Bismillahir Rahmanir Rahim, Muhammadur Rasulullah, Walladina Ma'ahu Ashidda'u Alal Kuffari Rahama'u Bainahum, Sadaqallah Ladim. بیننده و شنونده ویژه برنامه محمد صلی الله علیه و سلم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت شما بخیر، امیدوار هستم خوش باشین و خوشی ها از آن شما باشه. و در آغاز برنامه ادای تسلیت دارم خدمت خانواده هایی که در حادثه شام امروز در یکی از هتل های شهر کابل که اتفاق افتاد به نحوی آسیب پذیر شدن. امیدوار هستم که یادسه علمناک شهادت در پی نداشته باشه و از زخمی هایش خبر شدیم. خداوند زخمی ها را شفای عاجل نصیب بگردانه و برای عاملین این گونه قضایا همانطوری که سخت‌ترین جزا تعیین شده، خداوند اینا را به سخت‌ترین جزا هم در دنیا و هم در آخرت مبتلا بگردانه. ممکن در پیشبرد برنامه ما هم اندک ای تاثیر منفی داشته باشه، چون حد اکثر دوستا و مهمانای ما که امشب در برنامه بود با ما بودن اونجا حضور داشتن. امیدوار هستم که اونا سلامت باشن. خیر اگر در برنامه هم تشریف نوردن، اما امی که جانشان سالم باشه و آسیبی نیده باشن، همین انشاءالله بزرگترین نعمتی است برای ما. دوست عزیز، تا ساعت 9 شب در خدمت شما هستیم و تمنا میبریم تا ختم برنامه با ما باشین و از داشته ها استفاده برین. آقای دکتر عبدالصبور فخری استاد دانشگاه و آقای دکتر قاسم الیاسی مهمانان ما در این برنامه هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. تشکر از شما. و شما همچنان خوش آمدید. الیاسی، ما زمانی گفتم برنامه تا ساعت 9 ادامه داره، الیاسی ساعت خود اصلی کرد. حال خودش بگه یک چرا ساعت اصلی کرد. من فکر میکردم یک ساعت هیه. خب این یک ساعت است برای شما خودم. بله، باز بخش های مختلف داره برنامه، اما از شما یه اندک کمتر از یک ساعت یا دقایق بیشتر از یک ساعت هستیم. دوست عزیز، در خدمت شما هستیم. روی چگونگی حکومتداری پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم با اساتید ما، با دانشمندای ما حرف و حدیث داریم انشاءالله. و بعدش استاد فرید تابش که مهمان ما بود در این برنامه و قرار بود که با ما می بود و از اونا نعتی می داشتیم، اما با تاسف که ایشان هم بنابر این حادثه‌ای که در شهر کابل رخ داد نتونستن که اینجا با ما باشن. به هر حال انشاءالله سالم هستن. و بعدش دوستایی که در سیرت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم قلم فرسایی کردن، کتاب نوشته کردن و کتابشان چاپ شده، همراه با کتابایشان امیدوار هستیم که اونا را با خود داشته باشیم و کتابای خود معرفی کنن و ما شما بدانیم که بهترین کتاب در سیرت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم توسط کدام شهروند ما نوشته شده، که انشاءالله اگر خدا خواسته بود در سالهای بعد ما نمایشگاه این گونه کتاب ها را برگزار کنیم و بهترین کتاب را معرفی کنیم. و این به کمک وزارت محترم تحصیلات عالی و به کمک اکادمی علوم افغانستان و به کمک وزارت محترم وزارت ارشاد حج و اوقاف انشاءالله این گونه یک محفل روی دست داریم. ببینیم خداوند چه وقت توفیق با ما میده. استاد گرامی، حکومتی را که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم تهدابش گذاشت، شما از او چه تعریفی دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بین استمد و نسعین ولا عدوان الا علی الظالمین. واقعیتی است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در ابتدا حکومتی را که ساخت بر مبنای آزادی انسان ها از قید و بند بود. اساس حکومت داری هم امین بود که باید انسان هایی که در آن روز از در قید و بند سردمداران و ظالمین قرار داشتن آنها را رهایی ببخشه و یک نظام انسان شمول که همه انسان ها در زیر چتری از او حکومت بتوانند آزادانه زندگی بکنند و انسانیت خود بیابند و حیثیت و شخصیت خود بیابند، در او طور یک حکومت تأسیس بکند. به همین خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که از ابتدا که دعوت خدا آغاز کردند، دعوتش بر مبنای عدالت انسانی و مساوات انسان ها در برابر قانون بود و همین را برای مردم می گفت که همه مردم فرزندان آدم هند و آدم از خاک بود. به همین خاطر در اون نظامی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم ساخته بود، در اونجا ابوبکر اگر از قبیله قریش بود، بلال اگر از حبشه بود و اگر صهیب از روم بود، اگر سلمان از فارس بود، همه در پیشگاه قانونی که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود همه برابر بودند. قریشی،
فارسی، رومی و حبشی. سردمدار کسی که در رأس قبیله قرار دارد و شخصی که مدتی از عمر خود در مزدوری گذشتانده و در بردگی سپری کرده، همه در برابر این قانون یکسان هستند. و همین بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اینطور یک نظامی را آورد برای بشریت و بر اساس همین قانون، بر اساس همین نظام دیگران را فرا می‌خواند و از جهود آنها، تلاش‌های آنها و شخصیتشان به خاطر گسترش این دین و گسترش این نظام و تقویت این نظام در سراسر سرزمینی که در روز زندگی می‌کرد استفاده می‌کرد و از توانایی‌هایشان به حد اعظم می‌تواند استفاده بکند و آنها را در راستای اهداف بزرگ انسانی که ترسیم شده بود برایشان آنها را سوق می‌داد. سلامت باشین. آقای الیاسی، ما در تاریخ داریم که ایجاد مدینه فاضله توسط دانشمندان یونان باستان زبان زده عام و خاص هست. آیا چنین واژه‌ای را میشه در حکومت و خلافتی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم او را تعداب گذاری میکنه، میشه که این واژه را با به کار برد یا در عالی تر از او بود خلافتی را که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نظامی را تعداب گذاشت، یا تقلید اصلا اینجا جایی ندارد؟ چگونه؟ درست. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خودم که سلام در واقع آغازگر یک برنامه آشتی و صلح است و برای اولین بار از زبان پیامبر گرامی اسلام در زندگی تمام متدینان و مؤمنان جاری شد و امروز فرهنگ تمام بالاخره متدینان و مسلمانان شده است که با هر کسی مواجه میشه، با هر در بالاخره مثلا وارد میشه، میبینیم با سلام آغاز میکنه و منم با سلام آغاز میکنم که پدیده ای است. با حضور بینندگان محترم تشکر ویژه دارم از برنامه خوب شما. همیشه اتفاقا ایام را، ایام خجسته و مبارک را خجسته می دانید و امشب هم شب بسیار مقدس و خوب است که ما طلوع یک خورشید را داریم، پیامبر گرامی اسلام باشد. و از طرف دیگر انشاءالله که در این حادثه ای که حالا شنیدیم، انتحاری که اتفاق افتاده، امیدوار هستیم که مؤمنین و متدینان بالاخره سالم باشند و ما همی آرزوی ماست، هنوز گرچه گزارش نداریم. ما امروز بحث یک جامعه آرمانی یا ایدئال که آیا این جامعه آرمانی و ایدئال را میشه بالاخره از آموزه های دینی و سیره پیامبر گرامی اسلام به دست آورد یا نمیشه، یا آغازگر و منشأ پیدایش از او فقط فیلسوفان یونان باستان است؟ البته واقعیتش این است که ما اگر از تالیس ملتی یا ناکسیمندر یا ناکسیمینس یا بالاخره هراکلیتوس یا پارامندوس یا سقراط یا افلاطون یا بالاخره ارسطو یا رواقیون یا بالاخره پیکوریان، از هر کسی که نام میبریم، بستر تاریخی دنیای غرب را یا مثلا فیلسوفان یونان باستان را ورق میزنیم، افکار و اندیشه های از اونام بازم به نوعی برمیگرده به افکار و اندیشه های پیامبران. مثلا از باب نمونه بالاخره هرمس، بالاخره که امروز هرمنوتیک هم از امو هرمس گرفته شده، بعضی هم میگن هرمس همون حضرت ادریس پیامبر بود، یعنی پیام آور بود. یا سقراط را برخی از فیلسوفا باورش به اینه که تحت تاثیر بالاخره پیامبران پیشین بوده. خودش سقراط میدونین که استاد افلاطون و افلاطون مجمع آثاری داره در چهار جلد. همین مجمع آثار چهار جلدی ایشان که به خصوص کتاب جمهور افلاطون یا کتاب قوانین افلاطون که بیشتر آمده یک جامعه آرمانی را در چارچوب قوانین و مقررات یا بالاخره حکیمان حاکم یا یک جامعه آرمانی که حکیمان حاکم در رأس باشد، جنگجویان در طبقه دوم و تولید کنندگان دامداری و صنعتی در طبقه سوم و هرچی خیر است، این خیر از عالم مسئول گرفته میشه، عدالت در واقع زیبایی ها، نمیدونم قوانین و مقرراتی که ما با او دست پنجه داریم در این دنیا نرم میکنیم و در زندگی ما و شما هست، در واقع اصل ریشهشون در عالم مسئول است.
اگر ما بر فرض جامعه آرمانی و ایدئالی افلاطون و ارسطو و بالاخره سایر فیلسوفان را بپذیریم، به نوعی ریشه بازم در فرهنگ دینی و پیامبران پیشین و ابراهیمی داره. یک نکته. بله. نکته دوم این است که پیامبر گرامی اسلام یک پیامبر است که آخرین پیامبر است و خاتم پیامبران است و دین مقدس اسلام کاملترین دین است. یعنی بعد از پیامبر گرامی اسلام تا قاف قیامت پیامبری نخواهد آمد و امی دین مقدس اسلام که پیام خاتمیت را به عهده دارد متناسب با بالاخره رشته های علومی که روز به روز نو به نو می شود، گرایش های به وجود می آید، بالاخره نیازمندی ها جدید می شود، متناسب با نیازمندی ها پیشرفت علوم حاصل می شود، تفسیر جدید متناسب با نیازهای زمان با حفظ اصل و محوریت توحید ما می تونیم از آموزه های پیامبر گرامی اسلام بگیریم و به نظر می رسد که پیامبر گرامی اسلام تکمیل کننده بالاخره عمو جامعه آرمانی بود که در واقع سایر پیامبران پیشین یا شاگردای زو آورده بود، ولی اون خب متناسب با نیازمنده های جامعه فرض 2000 سال پیش 3000 سال پیش یک مقدار جامعه آرمانیش بالاخره بدوی تر بود، ولی پیامبر گرامی اسلام ایره تکمیل کننده بود. پس بنابراین ما نمیگیم که پیامبر گرامی اسلام با قطع نظر از پیامبران پیشین یا افلاطون یا ارسطو اساسا خود منشأ پیدایش یک جامعه آرمانی بوده. البته جامعه آرمانی افلاطون هم هیچگاه تحقق خارجی و بیرونی یا مدینه فاضله بالاخره ارسطو هم هیچگاه مدینه بیرونی پیدا نکرد، گرچه او در قالب فلسفه سیاسی فارابی بهتر بیان شد از ارسطو البته و جامعه آرمانی افلاطون را فلوتین یا مثلا در دنیای غرب میبینیم که شهر خدا و شهر دنیای آگوستین قدیس، در دنیای اسلام شیخ اشراق بیشتر به نمایش گذاشتن. ما به این بحثا فعلا نمیپردازیم، ولی پیامبر گرامی اسلام به نظر میرسد که اگر ما بگیم 10 تا عنصر در واقع عمو مدینه فاضله افلاطون یا ارسطو وجود داشته باشد، شاید 90 تا عنصر بهتر و بیشتر متناسب با نیازهای زمان، متناسب با اینکه بالاخره 1300 سال دیگر را که ما تا بعد از او قرار داریم، این شاید بالاخره بتونیم از فرهنگ قرآنی، فرهنگ دین مقدس اسلام و سیره پیامبر به دست بیاریم که البته ویژگی های ازو اگر فرصت باشد من برایتون ویژگی های ازو را بیان میکنم. مثلا از باب نمونه چند ویژگی را شما در نظر بگیرید. یکی از ویژگی پیامبر گرامی اسلام پیامبر رحمت و شفقت است. شما میدانید که اصلی حتی امی هویت انسان را امو محبت و شفقت تشکیل میده. فلسفه آفرینش انسان در یک کلام باید بگیم که محبت و شفقت است. مثلا چی زیبا فرمود حافظ که گفت در ازل پرتو حسن ز تجلی دم زد، عشق آمد و آتش به همه عالم زد، که در مورد خلقت انسانه. مدعی خواست که آید به تماشای گیراست که منظور عقل است، یعنی عقل سرک کشید که خداوند بر اساس محبت چگونه انسان را می آفریند، لذا دست غیب آمد و بر سینه ای نامحرم زد که برای عقل گفت برو، کار تو نیست، کار عشق است، این خدا است که بالاخره این انسان را دوست داره. و می دانین که کدوم انسان را دوست داره؟ و انسان کامل که ما می بینیم بالاخره حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک مظهر اسم الله که هست، در واقع محبتی بین خدا و پیامبر گرامی اسلام است. یکی از چیزایی که پیامبر گرامی اسلام با تولدش این رحمت آمد و بعد در رسالتش این رحمت بیشتر گسترش پیدا کرد، اما محبتی با هم نوعان بود که ریشه در آفرینش انسان دارد و طبیعتاً انسان با دیگران باید بر اساس محبت رفتار کنه. یک نکته. نکته دوم، شما میدانید که تنها پیامبر گرامی اسلام بیشتر روی از این نکته تاکید کرده است که مثلا انسان را آمد و مقام انسان را بیان کرد که شما خلیفة الله هستین، این جاعلون فی الارض خلیفه و به لحاظ استعداد و توانایی ها تمام انسان ها خلیفة الله است، اما به فعلیت رسیدن ازو باز در وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام تجلی پیدا میکنه که خلیفه بالفعل و راستین و پیامبر گرامی اسلام است. اون جایی که در آیه قرآن دیگه میگه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، باز دوباره میبینیم که مؤمنین را خلیفه خدا میدونه و در رأس این مؤمنین باز دوباره پیامبر گرامی اسلامه. این دومین عنصریه که میتونیم در جامعه آرمانی پیامبر گرامی اسلام به او اشاره کنیم. سومین عنصر میدونیم که پیامبر گرامی اسلام هم اشاره به کرامت ذاتی انسان کرد در قرآن کریم، یعنی
وحی که بر پیامبر نازل شد فرمود لقد کرمنا بنی آدم و به دنبالش چی فرمود؟ فرمود فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا. یعنی شما چون کرامتی ذاتی دارید پس بنابراین بر تمام موجودات برتری دارید، میتونه مبنای دیگر برای مدینه فاضله باشد. البته مدینه فاضله زمانی تحقق بیرونی پیدا میکند که کرامتی ذاتی با کرامتی اکتسابی، اونجایی که فرمود این اکرمکم عند الله اتقاکم، ای با ای عجین شود. ای دوم، سومین عنصر. چهارمین عنصر، تنها انسان است که از فطرت الهی برخورداره و دین مقدس اسلام بالاخره در واقع یک صورتی میماند که بر این قابلیت، قابلیت انسان که فطرت حقیقت جویی، فضیلت خواهی، معرفت خواهی، پرستشگری، ستایشگری، زیبایی خواهی، خلاقیت، ابداع، در واقع دین مقدس اسلام مطابق با همی فطرت انسان آمده است که در آیه 30 روم اونجا فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر شما نمیدانین ولكن اکثرهم لا یعلمون. مسئله دیگری که باز ما داریم که در واقع میتونه عنصری برای مدینه فاضله باشد، اشاره به بحث این است که مؤمنان و متدینان و تمام انسان‌ها را میگه که اینا امانتدار الهی هستند. اما این امانت الهی اگر دین باشد که مو آموزه‌های اخلاقی، عرفانی و حقوقی باشد، این را تنها مسلمانان بالاخره آمدن در وجود خود نهادنه ساختن. این میتونه یک عنصر دیگری برای مدینه فاضله باشد. و مهمترین نکته، میدانین که امت اسلامی با سه ویژگی امتیاز پیدا میکنه. سلامت برمیگردیم آقای الیاسی، با گفتهای شما برمیگردیم انشاءالله. دوست عزیز، ادامه برنامه ما پس از یک میان برنامه کوتاه. خوش آمدین. ادامه ویژه برنامه محمد صلی الله علیه و سلم را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بینده هستید. خداوند شهدای حادثه شام امروز، حادثه شام غریق رحمت بگردانه بر زخمی آشفای عاجل و بر بازمانده های صبر جمیل و بر اشخاصی که در گونه قضایات دست داره، خداوند سخت‌ترین جزا را نصیبشان بگردانه. در جریان وقفه از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک دیدیم خداوند رحم کنه، فاجعه بسیار بزرگ هست. به حال امیدوار هستیم که به حال خداوند رحم کنه سر ما. وزین صاحب خیلی ها خوش آمدین، خدا را شکر که به خیر آمدین. ما از نای آقای دکتر فضل الهادی وزین هم به تشویش بودم، چون اینا همیشه هم در این محفل حضور می داشتن و در این محفل سخنرانی می کردن. زمانی که تماس گرفتم برشان تلفنشان خاموش بود، دیگه دعا کردیم. خدا را شکر که سلامت هستین دکتر صاحب. خب ما با استادا صحبت کردیم، آقای وزین، و از صحبت ها استفاده کردیم و استفاده بردیم. نظامی را که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم تهدابش گذاشت، ما تعریفی از آقای فخری هم داشتیم، از آقای الیاسی همچنان، و در قسمتی از سوال از آقای الیاسی پرسیدم که آیا کاربرد واژه مدینه فاضله، اید واژه که در کنار هم قرار گرفته، میتونه که ایره به کار ببریم یا همانطوری که بعضی از دانشمندان نوشته کردن گفتن به گونه تقلید میشه و آرمان شهری که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم اساس و تهدابش گذاشت عالی تر از آنچه که دانشمندان یونان از مد نظر داشتن، عالی تر از او بود. دیدگاه و باور شما چی است؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. با عرض احترام و سلام و ادب خدمت شما دکتر صاحب فخری، جناب دکتر صاحب الیاسی، و با عرض تسلیت با خانواده های تمام شهدای عزیزی که در حادثه خونین و ناگوار و غم‌انگیز هتل اورانوس به شهادت رسیدن، بهشان تسلیت عرض میکنم. و من میفهم که من الفاظ ندارم، کلمات ندارم که حادثه جنایت بار و حادثه که غیر اسلامی است به هیچ معیار، نه به معیارهای انسانی، نه به معیارهای اسلامی، و نه هم به هیچ معیار و نه به عرف انسانی میتونه این آدم مطالعه کنه ببینه. متاسفانه من الفاظ ندارم که رو تقبیح بکنم، و متاسفانه این شرایط ناگوار و دردباری که امروز در کشور ما آمده، متاسفانه که هر روز جانهای شیرین هموطنهای عزیز ما را
در هر جای گرفته میشه، در خانه ها یک طرف جنگ میشه، مردم از خانه و کاشانهشان رانده میشن، مثل که ما شما در ولسوالی های مالستان و جاغوری مثلا میبینیم مردم بیچاره دهی دهی. دیروز کسی از بامیان آمده بود، از کسی از بامیان دی فضای سردی که در زیر تاثیر میباشن. یک طرف دیگه مردم در خانه های خود در عروسی و جنازه هم نیستن، بمبارد میشن از طرف خارجی ها متاسفانه، و در مسجد و نماز جنازه و حتی محفل میلاد النبی که هیچ تصور نمیره اصلا که در محفل میلاد یک جای صلح و امنیت و آرامش باشه و سخن از رحمت للعالمین است، بعضی جنایتکارا وحشت بیافرینن و وحشت کنن. یقینا در این لحظات حکمت الفاظ و کلمات را ندارم که من ایده بگم، لیکن برای شهدا دعای مغفرت میکنیم، دعای رفع بلندی درجات میکنیم، برای فامیلایشان صبر میخوایم و از الله متعال و الله منتقم عزیز انتقام ما ایرا دعا میکنیم، استدعا میکنیم که کسایی که دیگه حادثه را تخریب کردن، تنظیم کردن، ایرا برنامه ریزی کردن، تسهیل کردن، تمویل کردن و کسایی که اجرا کردن، الله متعال اونها را به جزای اعمالشان برسانه و خدا الله متعال عموم معامله را امرشان بونه که مستحق است. به ارتباط سوال شما باید عرض بکنم که و رسالت و وظیفه انبیاء علیه السلام بر اساس نص قرآن کریم است که یک قضیه تزکیه است که لیزکیهم، تزکیه نفس است که نفسهای انسانها را تزکیه بکنه، با پیام وحی تزکیه کنه، تصفیه کنه، در مقابل شهوات و شبهات نفس تزکیه بکنه، یکی از انبیاء وظیفشان. نرسی دوم است که تعلیم کتاب است، کتاب پروردگار وحی را بر مردم برسانه، تبلیغ بکنه، و همچنان تبلیغ رسالت دیگه وظیفه پیامبر علیه السلام است که باید بلاغ مبین باید تبلیغ بکنه و برای مردم برسانه آیات را، لتبین و دیگه تبیین بکنه، کتاب تشریح بکنه، شر لتبین لهم ما نزل الیهم. و نقطه چهارم است که پیغمبر برای مردم حکمت بیاموزه. از این ناحیه اگر ما ببینیم که وظیفه انبیاء علیه السلام اینمی چار پنج وظیفه اساسی است که تزکیه، تعلیم و همچنان تبلیغ رسالت و تبیین رسالت، تفسیر و شرح، این چار وظیفه اساسی انبیاء علیه السلام است که دیگه در زیر این چار وظیفه رسالت اساسی، مکلفیت اساسی و دیگه عناوین فروعی دیگه میگنجه که تمام عرصه های زندگی را در بر میگیره. به این خاطر اگر ما ببینیم که به نص قرآن کریم پیغمبر علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خاتم، چیزی از کارش باقی نماند که ناتکمیل باشه. قرآن میگه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی چیزی باقی نمانده که پیغمبر میخواست او انجام بده و انجام نداده باشه. یعنی پیغمبر وقتی از دنیا رفت رد که وظیفه خود، رسالت خدا به وجه اکمل تکمیل کرده، مثلا نمو که و تکمیل شده و چیزی باقی نمانده. خب قضیه که ما موضوع مدینه فاضله رو شما گفتین، طبعا این قضیه برمیگرده به مو ای همین اصطلاح مدینه فاضله یا چیزی میدعال و مثالی که از در تفکیر افلاطون در فلسفه که او یک مدینه آرمان شهر یا مدینه فاضله که باید در او همه چیزا موجود باشه و چیزایی که آرمانی است و چیزایی که باید ایدئال است وجود داشته باشه، او یک از اینجا اصطلاح غالبا از اینجا نشأت کرده. لیکن ما گمان میکنیم که خب از نظر مفهوم و محتوا اگر اطلاق شوه از طریق پیغمبر که میخواد یک جامعه ایدئال و نمونه ایجاد بکنه اشکال نداره، لیکن کاربرد خود کلمه مدینه فاضله که یک نوع ای حرام در ضمن خودی بارم داره که یک چیزی که غیر قابل تحقق است، تحقق ناپذیر است، یعنی چیزی که همین کاملا شدنی نیست، انجام نمیشه، به این خاطر شاید این جهت مناسب و درست نباشه درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که طوری حاشیه که پیغمبر چیزی را میخواست انجام بده که انجام نشد، چیزی را میخواست که ناتکمیل ماند یا نامکمل ماند از پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم. به این خاطر شاید کاربرد استفاده از کلمه مدینه فاضله شاید از این دید مناسب نباشه، لیکن از این که میخواست پیغمبر همه خوبی ها را نشر بکنه، همه خوبی ها را تعمیم بکنه، ترویج بکنه، همه چیزایی که مثبت است، درست است، او را به جامعه تقدیم بکنه و بیاره از این ناحیه ممکن است درست باشه، لیکن بهتر است که ما به مو کلمات و اصطلاحاتی که شریعت قرآن و سنت او را آورده به او التزام بکنیم، او بهتر و خوبتر و مناسبتر است. به هر حال پیامبر علیه السلام وظیفه خدا، رسالت خدا، مکلفیت خدا به وجه احسن و اکمل او انجام داد و وحی که برش فرستاده شد تکمیل شد،
که بعد از قرآن کریم دیگه کتاب نمیه، وحی قطع شد بعد از رسالت پیامبر اکرم علیه السلام، سنت رسول اکرم علیه السلام، سنتش من حیث راهنما و رهبر برای مردم باقی ماند که تا امروز محفوظ مانده و باقی است الحمدلله. سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث الگو و نمونه و اسوه و قدوه که بود اقتدا شد و تأسیس شد و او سنت الحمدلله به جای خود باقی هست و شاگردای پیغمبر و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همچنان آل بیت پیغمبر علیه السلام، یعنی آل بیت پیغمبر علیه السلام، صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونا در حقیقت تجسم عینی تعلیمات و آموزه‌هایی که پیغمبر آورده بودن برای مردم در تطبیق کردن، عملی کردن. به این خاطر میتونه و یا ما یک دوره بسیار طلایی در صدر اسلام الحمدلله داریم که من حیث نمونه میتونیم رو تقدیم بکنیم و رسالت پیغمبر چیز خیالی نبود که در هوا باقی مانده باشه، بلکه در روی زمین تطبیق شد، یک بره مشخص زمانی تطبیق شد، مردم و بشریت و انسانیت نتیجه از رو به چشم سر دیدن که تا امروز ما شما و به او افتخار میکنیم و او در تاریخ ثبت است، درج است، من حیث یکی از یک مدت دوره زمانی، مرحله زمانی بسیار زیاد و که از هر نظر بسیار درست و خوب که تعلیمات پیغمبر علیه السلام تطبیق شده و بدون تطبیق نمانده. به این خاطر اگر از این طرف ببینیم آن چیزی که پیغمبر علیه السلام میخواست و تطبیق خود با تحقق پیوست و عملی شد. سلامت باشین آقای دکتر فخری. شما در قسمتی از گفتهایتان یاد کردین که یکی از مواردی که پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم میخواست و که آرمان شهری را که در نظر داره او را به او خواست برسه، بیان کرد که همه از آدم ایم و آدم از خاک. چقدر این هدف تحقق یافت و چقدر تحقق پذیرفت؟ واقعیت از وقتی که تاریخ اسلام مورد مطالعه قرار میده، مخصوصا دوره پیامبر صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین را، احساس ما ای است که حضرت پیامبر امی هدف که عبارت از مساوات، آوردن مساوات در میان بشر، در میان کسانی که اونها را به دین اسلام دعوت کرده بود، این را 100% تحقق بخشید. مثالای بسیار واضح و روشن برش دارم من. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حکومت ساخت، در جریان حکومتش در اونجا در میان لشکر پیامبر صلی الله علیه و سلم همه مردم بودند، کسانی هم بودند که اونها یک عمری را در بردگی سپری کرده بودند، کسانی هم بودند که سراسر زندگیشان در ناز و نعمت و در فراخی و در وضعیت اقتصادی بهتر زندگی کرده بودند، از رؤوس جامعه بودند، همه از اونها در یک صف نماز استاد می شدند و با هم زندگی می کردند و در هیچ چیز یکی از دیگرشان برتری احساس نمی کردند. و در اون جایی که وقتی که بلال که یک عمری را در بردگی سپری کرده بود، پیامبر خدا وقتی که شهر مکه را فتح کرد، به اذان همون بلال که از شهر در شهر مکه مورد اذیت و آزار قرار می گرفت، در همون شهر بر فراز خانه کعبه بالا شد و با اذان گفت و مردم مکه که هنوز مسلمان نشده بودند حسرت می خوردند که چگونه او بلال که تا دیروز در بردگی قرار داشت، امروز بر فراز کعبه بالا می شود و در اونجا به اصطلاح اذان می گوید و همه به اذان بلال می روند به مسجد و نماز می خوانند. من فکر می کنم که این 100% را تطبیق کرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ جایگاه اجتماعی و حتی در بعض روایات وجود دارد وقتی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بلال را از بادارش خریداری کرد و حضرت عمر رضی الله عنه بارها میگفت که چیز میگفت ابوبکر سیدنا اعتق سیدنا، ابوبکر بادار ما است، بادار ما را آزاد کرده. او باداری را که حضرت ابوبکر آزاد کرده بود کسی جز بلال نبود که در بردگی زندگی میکرد. پس این زندگی آرمانی را و در واقع زندگی آرمانی یا شهر آرمانی که ما یاد میکنیم، همگی در سعادت زندگی بکنند، همگی احساس بکنند که انسان هستند، از موقعیت اجتماعی بلند برخوردار هستند، از احترام برخوردار هستند، به انسانیتشان ارزش گذاشته میشود. این چیز جز در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و در زمان خلفای راشدین و کسانی را که آن حضرت تربیه کرده بود در مدرسه پاک خود، در جای دیگری ما شاهدش نیستیم. شاید در
دوره‌های دیگری هم و یا در مدینه‌های دیگری در تمدن‌های دیگری بعضی از اجزایی توانسته باشه تحقق پیدا کرده باشه ولی او چیزی را که پیامبر خدا ساخت و قوانینی را که قرآن کریم نازل شد به شکل 100 درصدیش یا نزدیک به 100 درصد جز در زمان پیامبر خدا در هیچ دوره دیگری به این دقت و به این درستی تطبیق نشده بود که خلفای راشدین هم وقتی که آمدن یک نسلی را که پیامبر خدا ساخت او نسل به عنوان یک نسل قرآنی یک نسل بی‌نظیر و نسل بیمانند را تربیه کرد که او نسل خود وجود همون نسل و انتشاری از اون نسل در آفاق دنیا سبب انتشار اسلام شد که در بسا موارد است که روایات بسیار جدی وجود دارد که در بعضی از گوشه های اسلام دنیای اسلام وقتی که همین نسلی را که پیامبر خدا تربیه کرده بود یا نسلهای بدتر از اونها به اونجا رفتن وجود رفتن اونها به اونجا سبب مسلمان شدن اون مردم شد که بعضی روایات وجود دارد در منطقه جنوب شرقی آسیا مانند اندونزیا و اندونزیا و مالزی و فیلیپین و امثال از اینا یک نفر از لشکریان مسلح اسلام نرفته به اونجا ولی تاجرای مسلمان رفتن با همون اخلاقی که مسلمان ها داشتن و از پیامبر خدا آموخته بودن با همون اخلاقی که آراسته شده بودن به اونجا رفتن و سبب مسلمان شدن او مردم شدن و همچنان در مناطق وسط افریقا مانند کینیا و مانند مثلا حبشه و سومالیا و اینا در این مناطق هم لشکر اسلام در اونجا نرفته بلکه در اونجا صوفی های مسلمان کسانی که به اصطلاح گرایش به تصوف داشتن متصوفین به اونجا رفتن با از اون اخلاق اسلامی که برخوردار بودن اونا توانستن سبب انتشار اسلام در این منطقه شدن این خود نشان میده که چیزی را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخواست باید برای بشریت انتشار پیدا بکند و مردم از او بهره مند شوند از امتیازات اسلام او را تطبیقش کرد و صورت عملی بخشید و همین سبب شد که اسلام در آفاق دنیا انتشار پیدا بکند و یک تمدن بسیار بزرگ و عظیمی را و بنیاد گذاشت که سبب سعادت امروز غرب هم شده از طفیل امو تمدن اسلامی است که بنیانگذارش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. سلامت باشین آقای الیاسی. آرمان شهر و تمدنی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم ساخت شما از او چه تعریفی دارین؟ من اول در روی امی واژه مدینه فاضله که بیان شد مدینه فاضله گرچنی واژه واقعش یک میراث افلاطونیه که به جای باقی مانده من میخواستم این واژه رو برگردانم گفتم نشه کالکول بس در یک واژه نشه بفرمایید حالا یاد کردین بفرمایید خیلی از روی از این بحثم یک وقت است ما امی مدینه فاضله را با ترکیبی مدینه با فاضله یک به عنوان یک اسم استفاده میکنیم برای یک آرمان شهر یک وقت نه داریم از این اصطلاح ولو افلاطون به کار برده یا هر کسی مدینه را تجزیه میکنیم فاضله را هم تجزیه میکنیم که مدینه یعنی چی فاضله یعنی چی در اون صورت به نظرم ترکیبش هم ایراد نداره که ما به کار بریم چنانچه بالاخره شما متوجه هستین که فارابی چهار تا کتابی در زمینه فلسفه سیاسی داره که یکی از کتابش آرای مدینه فاضله است دیگه خب لذا چون مدینه را اگر ما تجزیه بکنیم مدینه یعنی بالاخره شهری که در او شهر آدمای متدین و متمدن زندگی میکنن و فاضله که از نظر فارابی یعنی شهری که هم به لحاظ کمی بزرگ است هم به لحاظ معرفتی تواناست هم به لحاظ فضایل اخلاقی در اونجا بالاخره به نظر مردم به فضایل اخلاقی دست پیدا کردن این میشه مدینه فاضله اما میاییم روی بالاخره آرمان شهری که شما فرمودین بعضی عناصرش اساتید بزرگوار اشاره فرمودن جناب دکتر فخری بیشتر روی برابری و بالاخره عدالت توجه کرد و جناب دکتر صاحب وزین هم روی چهار محور یک مسئله تعلیم بود مسئله دوم حکمت بود مسئله سوم تزکیه مسئله چهارمش هم ظاهرا بالاخره تبلیغ بود که در واقع در اونجا یتلو آیات منظور از اون آیات هم صرفا آیات قرآن نیست در واقع آیات گای آیات تمام نشانه هایی که در بالاخره کل کائنات قرار داره یعنی به لحاظ جهان بینی هستی را حتی پیامبر گرامی اسلام برای مردم به لحاظ جهان بینی یعنی هم برایشان نشان داد ولی من ضمن از اینکه این ویژگی ها وجود داره در یک مدینه فاضله و جامعه آرمانی اضافه میکنیم چند تا موضوع دیگر یک اینکه ببینید تنها ما در آموزه های دینی هم از زبان پیامبر گرامی اسلام داریم
هم شما میدانین که در اون موقع مسجد واقعا همی جایگاه و پایگاه بودن. مسئله تعلیم است، مسئله در واقع ارزش علم و جایگاه علم در اون زمان است. صرفا نه اینکه پیامبر به عنوان معلم آمد، بالاخره هدفش تعلیم بود، بلکه در عمل هم اتفاقا هم توصیه می شد، هم در مساجد واقعا مساجد امروز یعنی مسجد پیامبر گرامی اسلام هم قوه مقننه بود، هم قوه اجرائیه بود، هم قوه قضاییه بود، هم آموزشگاه و مدرسه و بالاخره دانشگاه بود. واقع مطلب این است مسجد در او زمان یعنی تمام از این ویژگی ها را داشت. همین چهار تا نکته ای که من اشاره کردیم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این در آموزه های دینی هست واقعش. در آموزه اسلامی است، گهواره تا گور دانش بجوی، این در زمان پیامبر گرامی اسلام بهترین جمله به زبان رفته. لذا یکی از عنصر میتونه که در مدینه فاضله یا مثلا همان آرمان شهر معرفت باشه. هر چی جامعه به معرفت و بالاخره دانش دست پیدا بکند، در واقع او میتونه امون روی انسانی از او قوی شود، اون مدینه مدینه شود. مسئله دوم روی عدالت بیش از حد تاکید شد. یعنی شما میدونین که مهمترین فلسفه آمدن پیامبران در زندگی اجتماعی آدمیان در واقع تحقق عدالت است. اونجا که فرمود ظاهرا در آیه 25 سوره حدید که میگه ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. شما میدونین حتی جالب اینجایی که در امی آیه اگر کسی تفسیر مرا یک وقت بالاخره نگم تفسیر بر تحمیل باشد که نیست، شما میدونین مثلا مسئله تفکیک قوا را ریشهش در ارسطو میدونن، بعد به مونتسکیو ختم میکنن، ولی واقعتش اینمی آیه اگر شما دقت کنین یک نوع اشاره به تفکیک قوام است. چطور؟ هدف پیامبرا و حکومت اسلامی تحقق عدالت است. حالا این تحقق عدالت یک کتاب به منزله و مسابه یک مجلس مقننه است، یعنی بر اساس کتاب، کتاب کتاب قانون است. دوم میزان، شما میدونین کمال قوه قضایی ما و شما نمادش ترازوی میزان، یعنی ترازوی پس قوه قضایی. سوم ادامه از آیه بالاخره اشاره به حدید داره که هم منفعتی فراوان داره، مردم ازش میترسه. شما میدونین که نماد یک قوه مجریه امو توب و تانگ و تیاره که توسط از امو توب و تانگ و تیاره و فولاد و شمشیر داره قوانین و مقرراتی که مجلس مقننه وضع میکنه او رو تطبیق میکنه. لذا نه تنها در این آیه اشاره به عدالت شده که تحقق و هدف یک جامعه اسلامی و حکومت اسلامی تحقق عدالته، بلکه حتی رویش حکومت را هم در اونجا اشاره کرده. مجلس مقننه دارد که ریشه در قرآن کتاب قانونه، مثلا دستگاه قضایی داره که میزان است و بالاخره قوه اجراییه یک حدید است و فولاد است. لذا اشاره داره. پس این دو تا عنصر، عنصر سومی که وجود داره فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. جالب اینجایی که اینجا جهاد صرفا جهاد بیرونی اسلحه به دوش گرفتن نیست، جهاد با نفس است، مبارزه بالاخره علیه جهل است، مبارزه علیه فساد اجتماعی، فساد اداری، تمام از اینا را در واقع در بر میگیره. یعنی جهاد یکی از ویژگی هایی که ما پیشتر گفتیم که برای امت اسلامی اینا را به ارمغان آورد. لذا اگر مجموعی از عناصر ما بیاییم، تزکیه است، اخلاق انک لعلی خلق عظیم هست و فضیلت ها مثلا مثل اول فضیلت دیگه صبر و بردباری و شجاعت و تواضع و فروتنی و وقار و متانت و بالاخره تمام ویژگی های فضایل اخلاقی هست، کرامت انسانی رو اشاره کردیم هست، خلافت است و برابری که استاد فرمودن هست، در واقع عدالت هم هست و مکانیزمی از اینکه این چگونه باشد او قوای سه‌گانه هم هست. نکته اصلی این است که حکومت اسلامی در زمان پیامبر گرامی اسلام وسیله است. هدف چیه؟ تحقق عدالت است. و عدالت توسط چی؟ قوانین و مقررات اسلامیه. اگر واقعش قوانین و مقررات اسلامی اخلاقی و عبادی در یک جامعه تحقق پیدا بکنه، من فکر میکنم او جامعه جامعه آرمانیه. جامعه آرمانی در یک کلام یعنی چی؟ جامعه آرمانی یعنی در یک کلام که تمام افراد بشر به صورت عادلانه، عاقلانه، منصفانه و برابرانه بتواند تمام الگوهای اخلاقی، فضایل اخلاقی را در وجود خود و جامعه خود پیاده کنه و از رذایل اخلاقی پرهیز کنه، تمام واجبات در اونج تحقق پیدا کنه و محرمات ازش پرهیز شود. یعنی هر کسی به حقوق خودم برسد، به تکالیف خودم عمل کنه، بدون از اینکه بالاخره زور دیگری باشد، بر اساس شفقت و بر اساس محبت و بر اساس صلح و آرامش و امنیت. این میشه یک جامعه آرمانی. سلامت باشین، تشکر، برمیگردیم انشاءالله.
دوستای عزیز ادامه بحث پس از یک میان برنامه کوتاه. خوش آمدین. ادامه ویژه برنامه محمد صلی الله علیه و سلم را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده هستید و تمنا می‌برم باشین و از گفته های مهمان ها استفاده شده و از داشته ها همچنان. آقای دکتر فضل هادی وزین، آقای الیاسی تعریفی داشتن از جامعه آرمان شهر، اما ما داریم اشخاصی را کمتر از اسلام آگاهی دارن و یا هم اسلام ستیزا و سکولارها که به نحوی میگن پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به او اهدافی که داشت او اهدافش تحقق نیافت و اتکا دارن به تاریخ تبری. دوستا در روزهای پیش نقدی نوشته کرده بودند روی همی مورد سوالی که من نوشته کردم، من در روز زمینه دیدگاه باور خود داشتم. میخوام استدلال علمی از شما داشته باشم که خود تاریخ تبری چقدر داشته هایش قابل باور هست و این باور شما چگونه، چه استدلالی به این دارین؟ ببینین، خب میخوام اصلا قبل از اینکه به تاریخ تری بپردازم، من میخوام به یک اشاره دیگه داشته باشم. به این که بفرمایید، درست است که مدینه فاضله یا آنچه که ترجمه میشه آرمان شهر به دری به فارسی غالبا اولش برمیگرده به افلاطون. البته که در اندیشه بشر همیشه بوده که مردم یک زندگی مثالی و نمونه و ایدئال داشته باشن و آرامی باشه و عدالت باشه و مرض نباشه و جهل نباشه و امنیت باشه و صلح باشه و افراد و کثرت باشه. همیشه یه آرمانی هر زندگی طول تاریخ انسان آرزو را داشته و تب دانشمندان همیشه تلاش کردن، زحمت کشیدن، انبیاء علیهم السلام تب همیشه تلاششون به خاطر ازی بوده و هست. لیکن من میگم که ما نباید دستاوردهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معیار و مقیاس آنچه که افلاطون طبعا فارابی و بعدن پسان آمده مسلمان است، لیکن با او بسنجیم، مثلا داوری کنیم یعنی که پیغمبر اسلام به این بسنجیم در مثلا ما اندیشه و افکار افلاطون در مورد یک جامعه ایدئال و مثالی و نمونه او را معیار و مقیاس قرار بدیم و بعدا عصر پیغمبر دستاوردهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او بسنجیم بر اساس معیار به ترازو که به این میزان که به تا چی اندازه تحقق پیدا کرده نکرده. اصلا به نظر من امی داوری و امی قضاوت و معیار قرار دادن و مقیاس قرار دادن اندیشه افلاطون که یک فیلسوف از دانشمند است و جایگاهش با جای خود باقی باشه، لیکن به قول پیغمبر به سنجیدن کار نادرست و گمان میکنم که درست و شاید زیاد علمی و دقیق و مطابق با آموزه اسلامی نباشه. طبعا باید هم تاکید بکنیم، پیشتر جناب دکتر سبیل لسی هم گفتن که طبعا دیش حرج نیست که آدم ایره داشته باشه که آرزوهای خوب داشته باشه برای رسیدن به یک زندگی خوب و مدنیت و ترقی و پیشرفت و علم و دانش و افراد و کثرت، اشکال ندارم. به خاطر که چون آنچه که افلاطون درباره مدنی فاضله از اون نقل میشه و گفته میشه، گفته او تراوش عقل دید بشر و انسان است در بین عقلش، لیکن آنچه که از جانب الله متعال نازل شده وحی است از جانب پروردگار و خالق انسان و کائنات و هستی، طبعا او به مراتب فراتر است. به این خاطر تعلیم آموزه هایی که انبیا علیه السلام با خود آوردن و کارهایی که انجام دادن به مراتب فراتر، عمیقتر و دقیقتر است. یعنی آز مثلا شما در اندیشه افلاطون شاید قضیه نباشه که شما به ژرفای نفس انسان و روان انسان شما داخل شوید، مثلا در ذهن انسان. یعنی بذ آنچه که افلاطون تصور کرده با وجود همه برتری و خوبیش، لیکن در مقایسه با تعلیمات و آموزه هایی که انبیا علیه السلام مبنی بر وحی آوردن ناقص و بسیار زیاد ناقص و بسیار زیاد کم و در برگندی گوشه‌های مشخص محدود است. اما در مورد تاریخ تبری، طبعا امام ابن جریر تبری متوفای سال 310 هجری قمری، طبعا یک دانشمند، میتونه بگویم که به تعریف عربی دانشمند موسوعی یا دایره المعارف گونه هست، مثلا که از یک طرف فقیه هست که داره یک مذهب فقهی بوده که پیرو داشته مثلا مذهب جریری، از طرف دیگه مفسر بسیار بزرگ است که تفسیر بزرگ تبری، تفسیر جامع البیان تاویل آیه القرآن که تقریبا تا یعنی بزرگترین تفسیر، قدیمی ترین تفسیر بزرگ در تاریخ اسلام به شمار میره، در تاریخ تفسیر هست. تفسیرش مثلا استاد در قرائات هست، مثلا استاد در اصول هست، استاد یعنی تبری متعدد الجوانب دانشش و مورخ هست، طبعا مورخ. لیکن اما قسمی که در تفسیر خودم نوشته کرده در تاریخ هم همه آنچه که در تاریخ تبری آمده
او روایت جمع کرده. مثلا درباره تفسیر خود میگه تبری که ما کار ما ایست که منهج و شیوه ما ایست که ما روایت های هانچه را که درباره تفسیر از پیغمبر صلی الله علیه وسلم منصوب است از پیغمبر و صحابه و از تابعین و علما ما او همان شده به صرف نظر از اینکه از بسر نظر از صحت سقمش درستی و نادرستیش ما او را تفسیر خود میارم میگنجانم. حتی بنی کسای دیگه که بعد از ما میان یعنی نه وظیفه تمحیص و وظیفه تفکیک و تمیز آنچه که صحیح و سقیم بین صحیح و سقیم این کار دیگه دانشمند است. یعنی به خاطر همچنان در تاریخ تبری یعنی درست نیست آره آنچه که تاریخ تبری روایت را جمع کرده این نیست که موثوق است یا همش درست است، نه تنها تبری بلکه هر کتاب تاریخ دیگه. حال خود قضیه تاریخ طبعا خود حتی یک نظری موجود است که ما چطور نمیتونیم که تاریخ دوباره بازنویسی کنیم. یعنی خودی که چقدر دقیق است چقدر موثوق است، یعنی این همه آنچه که در تاریخ تبری آمده گفته شده، تاریخ مسعودی، تاریخ یعقوبی مثلا یا تاریخ های دیگه که در گذشته از تاریخ های قدیم است، هیچ کدامش هیچ کسی ادعا نکرده، نه خودی مؤلفش ادعا کرده و نه کسی دیگه ادعا کرده میتونه که همه آنچه که این کتاب ها احتوا کرده همش درست است، موثوق و صحیح و درست است. دیگه به این خاطر یک چیزی که من میشه متوجه شدم این است که بعضی جهات استشراقی مثلا خبرشناسا یک کارشان نیست که و همچنان بعضی دانشمندای دیگه که در جهان اسلام و کسایی که از این فکر متاثر هستن گاهی خود گزینشی و انتقایی عمل میکنن، یعنی یک نوع سلکتیو هستن، انتقایی عمل میکنن هر آنچه را که به مزاقشان جور بیا یا به خاطر تئوری را که میخوان اون را استدلال بکنن، تثبیت بکنن و اون را درست ثابت بسازن از هر چیز استفاده میکنن. شما تاریخ بگذارین که حتی مثلا کتابای بسیاری از مستشرقین با روایت ها و روایت هایی که در کتاب تاریخ اغانی کتاب اغانی اصفهانی، یعنی که واسه کتاب اغانی که چیزای هر چیز بین ازو هست از او استدلال میکنن. مثلا کتاب الف لیله و لیله را مثلا نظاره یک شب که خود از او استناد میکنن که این خودش یک استدلال محکم و متقن و از نظر علمی محکم و متقن نیست برای اثبات ادعاها. به این خاطر درباره تاریخ تبری یعنی کتاب خوب است، تاریخ تبری حاوی معلومات بسیار زیاد است، لیکن تمحیص و تفکیک و تمیز درست و نادرست طبعا در رو جای داره و به خاطر ما نمیتونیم تمام روایت های تفسیری تبری را مسلم بگیریم. و من نمیگم که تبری کدام جای گفته باشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در انجام رسالت و مکلفت خود ناکام شد مثلا یا او را برآورده نتانست، به خاطر که از عالمی چون تبری با او جلالت قدر و بزرگیش که شیخ المفسرین است و استاد فقیه هست و اصولی هست و در قرائات و در ادب و در همه او سرسلامت روزگار خود است، او چنین حرف را بزنه که یعنی حتی با قاعده هم سازگار نیست، به خاطر که الله متعال میگه که الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی از این دیگه که نقص در رسالتی تقریبا خلل در عقیده است، یعنی متناقض با عقاید مسلمان است که پیغمبر از دنیا رحلت کرده باشه و آنچه را که میخواست او تحقق پیدا نکرده باشه. البته چون ما رسالت پیغمبر را، کامیابی پیغمبر را، دستاورد پیغمبر را بر اساس اون معیار و مقیاسی میسنجیم که وحی او را تشخیص کرده که قضیه پیشتر از کدوم قضیه وحی آوردن استقبال وحی و تبلیغش برای مردم است، قضیه تزکیه نفس است، قضیه حکمت است، قضیه تعلیم است و پیغمبر در و ایجاد یک جامعه که بر اساس اینمی معیارا ساخته شده بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این کامیاب بود، موفق بود و چیزی را که برای امت اسلامی باز گذاشته طبعا صحابه آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را ادامه دادن و تا امروز ادامه داره. البته قضیه نسبیت مثلا نسبیت بود، قضیه موجود است مثلا که شما ایرابی بسنجین که آیا یعنی پیغمبر هیچ وقت ادعای زیرا نکرده که نگفته در هیچ حدیث شما پیدا نمیکنین، در هیچ وقت سیرتی را پیدا کرده نمیتونید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعا کرده باشه که همه چیز یعنی همه کسایی که دعوت پیغمبر به او رسیده همشان او را تطبیق میکنن و همشان انجام میدن، بلکه همیشه سدد و قارب و یعنی همیشه قضیه نسبیت موجود است، لیکن آنچه که پیغمبر به خاطرش فرستاده شده بود او محقق شد، تحقق پیدا کرد و در او هیچ نقص و کمبودی وجود ندارد. قربان شما، سلامت باشین. آقای دکتر فخری، در عصر حاضر آیا امکان از این هست که ما جامعه‌ای داشته باشیم نزدیک به آنچه که آقای الیاسی بیشتر به او تاکید داشتن در صحبت‌های آغازین خود، مدینه فاضله داشته باشیم؟ اگر داره با چه راهکارهایی؟ طور است که ما اساساً همو زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم که وارد مطالعه قرار میدیم یا
نسلی را که اونا ساختند اون نسل مورد مطالعه قرار میدیم یا قوانینی را که آوردن قوانین را مورد مطالعه قرار میدیم از لحاظ بود مادیش نه بود معنویش از لحاظ اخلاقی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد منظومه اخلاقی منظومه اعتقادی منظومه تربیتی و منظومه نظام خانواده نظام تربیت طفل و امثال از اینا که یک منظومه کامل قوانین و با عرصه های مختلفش که میتونیم او را خلاصش بکنیم در سه بود بود اعتقادی و بود اخلاق و بود طرز العمل ها اگر این سه بخش را مورد بررسی قرار بدیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم او را آورد و تطبیقش کرد در یک برهه از زمان و بعد از اون نسلی که بعد از او هم آمدن که عبارت از خلفای راشدین هستن اونا در تمام ابعاد او را تطبیقش کردن و بعد پس آنها نسل هایی که پس از او آمدن اونها در بود عبادتی و در بود اخلاق و در بود عبادات و در بود نظام خانواده اینا تطبیقش کردن صرف در بود حکومتداری یک سلسله مشکلات به وجود آمد که او مثلا او رو ما نامش انحراف میمونیم در زمانش که به وجود آمد بعد از زمان خلفای راشدین او اگر ما بیم همون منظومه ای را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آورد و یک نسل بعد از او هم تطبیقش کرد اگر امروز هم بیاییم ما همون طور یک نسل بسازیم یا نزدیک به اون نسل بسازیم من مطمئن هستم که ما همین امروز هم میتونیم یک آرمان شهر به وجود بیاریم و میتوانیم که او یا نزدیک به اون زمان را ایجاد بکنیم به خاطر از که در طول عرض تاریخ اسلام کسان دیگری هم آمدند که شبیه به زمان خلفای راشدین چیز ساختن مثلا عمر بن عبدالعزیز 100 سال بعد آمد شبیه به زمان خلفای راشدین یک جامعه را ساخت که با خلفای راشدین خیلی شباهت داشت به این خاطر خلیفه راشده پنجم هم یادش میکنن و بعد هم شاید 4 قرن بعد صلاح الدین ایوبی که آمد و یعنی چیز شبیه به او دوران را به اصطلاح ایجاد کرد که در زمان دوره متوسط بنی عباس زندگی میکرد قرن پنجم تقریبا خوب و مادام که اونها در روی یک دوره تطبیق شد در زمان عمر بن عبدالعزیز هم آمد این تطبیق شده توانست در زمان صلاح الدین ایوبی هم آمد چیز شبیه به او یا نزدیک به او تطبیق شده توانست من مطمئن هستم که در این عصرم اگر ما با امی در عصری که زندگی میکنیم امو اخلاقیات را امو مبادی را اون ارزش ها را احیا بکنیم در عصر خود ما و میتونیم یک نسلی را بسازیم مطمئن هستم در این عصر ما میتونیم چنین جامعه را بسازیم و چنین حکومتی را تشکیل بدیم قربان شما سلامت باشین آقای الیاسی اگر شما حرفی در دل داشته باشین و ما او را به عنوان سوال مطرح نکرده باشم در فرصت یک دقیقه بفرمایید چون فرصت ما تمام هست میخوام عرض کنم که امروزه یک تعبیری را دارن تحت عنوان سیاست متدانی، سیاست متعارف یا سیاست متعالی یا اخلاق متدانی، اخلاق متعارف یا اخلاق متعالی اخلاق حقوق و سیاست یا حکومت متدانی برای آن دسته قوانین و مقررات یا حکومت‌ها و سیاست‌های گفته میشه که منافع شخصی در اونجا در میان است زیاد توجه به اخلاقیات و قوانین و مقررات نمیشه یا اخلاق و حقوق و سیاست یا حکومت متعارف برای از اونا میشه که بیشتر منافع بالاخره مردم را در نظر داره ولی منافع مردم را در راستای بود مادی قضیه یعنی یک دولت رفاهی که امروز که بیشترین خدمات را مثلا از قبیل آب و برق و معارف و چی و چی برای یک کشور ارائه میده برای مردم ارائه میده این را میگن که دولت یا سیاست یا حکومت یا قانون متعارف بله ولی در کنار از اینا یک قانون یا اخلاق یا سیاست متعالی وجود دارد که در واقع این متعالی همون طور که فرمودن یعنی در دین اگر ما بیم کل قرآن را ما و شما خلاصه کنیم یک بود تفکر اندیشه و اعتقادی و باورها داره یک بود اخلاقی همون طور که استادم فرمودن داره یک بود قوانین و مقررات و احکام عبادی و اخلاقی و بالاخره باید ها و نباید ها که تحت عنوان ایدئولوژی میشه از اونها تعبیر کرد البته ایدئولوژی اسلامی لذا
همین سه تا را اگر بتونیم در یک جامعه پیاده بکنیم، در او جامعه در واقع اخلاق و حقوق و حکومت و سیاست متوالی تحقق پیدا کرده. آخرین گپی می است، این گپ برای زی بود. ما میتونیم به جای مدینه فاضله یا آرمان شهر، ما میتونیم بالاخره مدینه متعالی نام ببریم، یا مدینه متعالی نام ببریم، سلامت یا شهر متعالی. سلامت باشین آقای وزین، از شما میشنویم اگر حرفی در دل داشته باشین. ما با عنوان سوال مطرح نکردم، حرف ما ویست که ما در روز میلاد نبی صلی الله علیه و سلم قرار داریم. مهم است که آل در این روز به صرف نظر از اینکه تجلیه از درست است یا درست است، اساس داره نداره، به جای خود باقی باشه. لیکن پیام این روز برای همه مسلمان ها در مجموع و برای مسلمان های افغانستان به خصوص است، پیام که در این روز ما پیغمبر من حیث الگو و قدوه خود در زندگی قرار بدیم. مشکلات جامعه خود، ناهنجاری ها و نابسامانی های جامعه خود بسیار زیاد است متاسفانه، در روشنی با استفاده از سیرت و کردار پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را تصحیح بکنیم. مشکلات خود سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میزان و ترازوی قرار بدهیم برای تفکیک حق و باطل، درست و نادرست از یک دیگر. و ما از علم پیامبر، از ایمان پیامبر، از عدالت پیامبر، از صبر پیامبر، از حلم پیامبر، از آموزه های پیغمبر در مورد زندگی مسالمت آمیز، هم دیگر پذیری، تسامح و همچنان زندگی با یک دیگر استفاده بکنیم تا سیرت پیغمبر، سنت پیغمبر، میلاد پیغمبر وسیله باشه، ابزار باشه برای نجات امت اسلامی، نجات بشریت و نجات انسانیت و نجات ملت مسلمان افغانستان از این مشکلات. همین پیام میلاد پیغمبر است. لیکن اینکه ما میلاد پیغمبر تنها به خواندن نعت و دادن شعار، پختن شعله شیرین و خیرات ها به قشور بپردازیم و اصل و بنیاد قضیه از پیش ما بانه که تأسی و اقتدا به پیغمبر است، او تجلی درست از میلاد نیست. ما باید متوجه حقیقت باشیم. سلامت باشین، تشکر. آقای فخری، شما اگر حرفی داشته باشین و ما او را با عنوان سوال مطرح نکرده باشم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. در آخرین حرفی که من میخوام داشته باشم این است که ما نسل امروز باید سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و سیرت نسلی را که ساختند که نسل صحابه است، اگر این دو سیرت را معیار و محک بر زندگی خود قرار بدن، یا به تعبیر دیگری بگوییم قرآن و سنت پیامبر را اساس قرار بدن و فهم سلف صالح را، فهم صحابه و تابعین و تبع تابعین که اونها نزدیکترین فهم از قرآن و سنت داشتن، او را معیار فهم اسلامی خود قرار بدن و در زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی و حکومتی خود تطبیقش بکنن، من مطمئن هستم که ما به سعادت میرسیم. و این البته کار نیاز دارد، تلاش نیاز دارد و یک مبارزه طولانی و نفسگیر و با نفس طولانی که بتوانیم به او هدف برسیم. و این البته شاید در یک شب و یک روز نشود، این زمان میگیرد، ولی نسلی باید ساخته شود تا این هدف متحقق بسازد. قربان شما. تشکر آقای دکتر الیاسی از حضور شما، تشکر از شما همچنان آقای فضل هادی وزین، و تشکر از شما آقای فخری، افتخار بخشیدین، تشکر، استفاده کردیم، خداوند شما را سعادت نصیب بگردانه. دوستای عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و در ادامه باز هم در خدمت انشاءالله. خوش آمدین. ادامه ویژه برنامه محمد صلی الله علیه و سلم را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید و امیدوار هستم تا ختم برنامه باشین و از داشته ها استفاده کنین. استاد پوهنوال عبدالاحد مسلم، دانشمند ما، نویسنده و پژوهشگر، و همچنان استاد محترم فضلی آماج، نویسنده، پژوهشگر و آگاه امور دینی، مهمانان ما هستند و با ما در استودیو. جناب مسلم صاحب، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. آمار صاحب، خوش آمدید. سلامت باشین. دوستان عزیز، یک خاطره را بیان کنم. 3 سال پیش از امروز طرحی را نوشتیم در ارتباط به این که ما کسایی که در علم سیرت کتاب تألیف کردن، نوشته دارن، اینا باید آثارشان از سراسر کشور جمع‌آوری شود. بعدش به کمک اکادمی علوم افغانستان، وزارت تحصیلات عالی و وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف،
از این کتاب ها بهترین هایش انتخاب شوه و بعدش به این سه بهترین به عنوان سه اثر خوب معرفی به جامعه شوه برای میار سه نویسنده یک جایزه بسیار خوب در نظر بگیره. من این طرح رو نشر کردم به دو زمان آقای عابد، دکتر صاحب عابد، معین وزارت ارشاد حج و اوقاف بودن. ما او را ایمیل کردم برشان، بعدش به فردایش او طرح را اونا پیش کردن بر ریاست جمهوری، اما او در امتو مان دیگر پوشیده مان و نتانستیم که ما به این هدف نایل شیم و به این هدف برسیم. کوتاه هدفی است و منظوری است که ما امروز جناب استاد عبدالاحد مسلم و جناب فضلی آماج در علم سیرت کتاب دارن و تألیف دارن و همچنان آقای دکتر محمد معروف حنیف، اونا هم کتاب دارن نوشته کردن، اما با تأسف نمیدونم مشکل چی بود، به خاطر این حادثه انتحار اونا آمدن نتونستن یا کدام مشکل دیگه داشتن. به هر حال روی این مورد صحبت میکنیم. کتاب های جناب استاد فضلی آماج و جناب استاد عبدالعهد مسلم به معرفی میگیریم و پیش از این کتاب ها معرفی شود کوتاه از جناب استاد مسلم بپرسیم که علم سیرت چی هست، یک تعریفی داشته باشین شما از سیرت و سیرت نبی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا عرض سلام خدمت شما استاد گرامی آماج صاحب و سایر بینندگان محترم تلویزیون خورشید. قبل از همه درود میفرستیم بر روان پاک جناب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. زمانی که ما نام از سیرت میبریم، اطلاق سیرت بر تمام فراز و فرود حوادث و واقعاتی که در زمان رسالت نبی کریم صلی الله علیه و سلم رخ داده و صورت گرفته ما را سیرت میگیم، که شامل تمام ابعاد زندگی پیامبر از دعوت و جهاد، تعلیم و تربیه، اقتصاد و اجتماع، حکومت و سیاست و بالاخره خانواده و اخلاق و همه مسائل میتونه که در بر بگیره در مجموع. و همچنان بعضی از علمای سیرت و دانشمندان سیرت دوره خلفای راشدین را هم دهی شامل میدانه، چون دوره خلافت راشد از خیر القرون به شمار میره و متصل زمان رسالت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است و مستقیما تمثیل کننده تمام ارزشهایی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حدود بیشتر از 22 سالی که زحمت کشیده بود و تانست که یک جامعه تاریک را به جامعه روشن مبدل بسازه، خلافت راشده هم به مو نقش قدم به مو منوال در حرکت بود. به این اساس زمان خلافت راشده را هم در سیرت شامل میدانند. اما اساسا اطلاق سیرت بر مو مدت زمان حیات نبی کریم صلی الله علیه و سلم که تقریبا 22 سال و 5 ماه و 22 روز میشه به شکل دقیق روی امی اطلاق میشه. سلامت باشین. مبنای سیرت نویسی را چه تشکیل میده آقای آماج؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من دعا به دعوته الى یوم الدین. و عرض سلام خدمت شما و خدمت حضرت استاد استاد مسلم. ببینن وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوتگری و بیدارگری و روشنگری را آغاز میکنه، تصور جامعه جاهلی در آن روز و در روزگارهای امیش چنین بود که باید این متعلق به یک خانواده اشراف می بود. اما او آمد به قول نایل لاجوردین شهری، ارزشی بی ارزشی اشراف و مادونها شکست. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یتیمی که به قول سعدی ناکرده قرآن درست آمد و خدا هم چنان که وعده داده بود یاد او را، کارنامه های او را، زندگی نامه های او را بلند کرد و برافراشت. در تاریخ بشریت هرگز شما سراغ ندارین شخصیتی را که تمامی پهلوهای حیاتش و زندگیش به دقتی و به تفصیل حیات گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تدوین شده. خب بدون شک مسلمان ها از میتودها و روشهای مختلفی در تدوین سیرت استفاده کردن و بهره بردن و کارهای زیادی هم در سیرت شده و قطعا هنوز هم کارهایی شده که کارهایی هست که باید شود. ولی بدون شک از میتودها، روشها،
و طرق مختلفی در اثبات روایات سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده شده است. منابع مختلفی برای شناخت حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داره که شماری از این مبانی و اساسات معرفت حیات پیامبر بسیار قطعی اند، مانند قرآن کریم، و شماری هم کمتر از این درجه است ولی به درجه خیلی از وسوق صحت میرسه که کتاب های احادیث است. یعنی چنین نیست که حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها در لابلای برگه های تاریخ حکایت شده باشه. یک بخشی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بگونه ای در لای اوراق قرآن کریم هم بازتاب یافته است، در میان احادیثی که بدون شک این نوع توثیق روایت ما در هیچ یکی از تمدن های دیگر سراغ نداریم، در او وجود داره و در خود کتاب های سیرت هم و زندگی نامه نویسی ها هم بسیار موثق روایت شده و روایت های مختلف و زبان های مختلف و با طرق های مختلف وجود داره. سلامت باشین، تشکر. جناب استاد مسلم، خب فرصت هست انشاءالله، حد اکثر دوستان به این نظر اصلا همون دو کتابی که در صدر اسلام نوشته شده که سیرت ابن شام و سیرت ابن اسحاق است، بعضی ها به این باور هستند که این دو کتاب از کتب اساسی در علم سیرت هست و در اینا قسما دخل و تصرف و از روایت ضعیف نوشته شده و سیرت هایی که بعد از این نقل شده بیشتر اتکا به این دو کتاب سیرت کردن و دارند. دیدگاه و باور شما چی هست؟ چون شما در راستا ماشاءالله سالهای طولانی را تدریس کردین و کتاب تألیف کردین، فرمایید. بدون شک سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ایجاب میکنه و فعلا هم روند به این شکل جریان داره که از قالب تاریخ یک کمک فاصله بگیره، بره به طرف تحلیل و تجزیه وقایع و حوادث و بتانیم ایرا یک نوع تطابق بتیم با زندگی امروز مسلمان و زندگی معاصره که دوچار مشکلات بیش از حد می باشه. او تاریخ هایی که در قبل نوشته شده، اگر ما تاریخ مثلا ابن کثیر بگیریم یا طبقات ابن سعد ببینیم یا تاریخ طبری سبه بگیریم و بعدش کتاب های تاریخی که نوشته شده، دقیقا اتکای سیرت نویسان و کسایی که در تاریخ اسلام می خواهند نگارش داشته باشند روی از اونا هست، اما اساس سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را قرآن عظیم الشان و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم تشکیل میده. در مجموع اگر ما بگوییم، تنها سیرت به معنای تاریخی نیست که اونا نوشته کردن. در سیرت علوم تفسیر، در سیرت علم حدیث، در سیرت عقیده، در سیرت فقه، در سیرت اخلاق و در سیرت دعوت و جهاد و تمامی ارزش های نکاس داده شده و علمایی که بعدا نوشته میکنن میره آرام آرام به طرف دقت. طور مثال ما در دیر زمان ها شنیده بودیم که ولادت نبی کریم صلی الله علیه و سلم در 12 ربیع الاول بوده، اما به اساس محاسبات دقیق منجمین اسلامی مثل محمود پاشا، مثل منصور فوری صاحب، اینا زمانی که محاسبه میکنن این تاریخ 9 ربیع الاول است، این 12 ربیع الاول نیست. یا مثلا به قول مشهور ما میشنیدیم که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده. وقتی که این دانشمندا تحقیق میکنن به اساس محاسبات دقیق، البته با استفاده و استمداد در عالم اسباب و البته دانشی که در نجوم ایشان داشتن، تثبیت میکنن که به اساس محاسبات قمری تقریبا 40 سال و 6 ماه از عمر پیامبر صاحب گذشته بود و به حساب محاسبات شمسی اگر ببینید در حدود 39 نیم سال، یعنی 39 سال و 6 ماه گذشته بود که ما اوسطش 40 سال میبره که به اساس یک شهرت عرفی به این حد رسیده که مردم میگن نبی کریم صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی. یا طور مثال بقای پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدت زمان دعوت مکی و همچنان در دعوت مدت مدنی یا در مجموع مدت رسالتشان، اینا مسائلی است که آرام آرام میره به طرف دقت. الان ما اگر غزوه احد یا مثلا غزوه خندق یا فتح مکه یا صلح حدیبیه، وقایع بزرگ زندگی نبی کریم صلی الله علیه و سلم در سایر کتاب‌های سیرت و خصوصا متونی که شما نام بردین و غیر از اونها ببینیم، چند صفحه بیش نیست. اما وقتی که حال می‌بینیم دکتر محمد مدری سر غزوه احد کتاب نوشته می‌کنه که چند صد صفحه را تشکیل می‌ده و غزوه احد به عنوان یک مکتب تربیتی برای نسل
جوان مسلمان برای نسلی که در راه خدا میرزمند دعوت میکنن تعلیم و تربیه میکنن بر از اونها یک چراغ بر فراز راهشان هستند یا همچنان از فتح مکه درس های گرفته میشه در کل گفته میتونیم که کتاب های تاریخی میتونه به عنوان یک مرجع خوب باشد اما مرجع بسیار موثق در سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم خود سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است که سنت های قولی سنت های فعلی و سنت های تقریری پس ستون فقرات سیرت تشکیل میده دیدگاه باورهایی که شما نام بردین که مثلا در قسمت ولادت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم یا در قسمت زمان بعثت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتین دانشمندای معاصر که تحقیق کردن پژوهش کردن قسمت دیدگاه متفاوت و متضادی را ارائه میکنن من بی از اینا چی است جناب آقای مسلم اینا بر اساس محاسباتشان با استفاده از امو دانش نجومی و محاسبات دقیقی که دارن به این حقیقت دست یافتن و پس فکر نمیکنین که در مغایرت با احادیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم قرار داره؟ به هیچ صورت چون این حدیث به این ثابت نیست که پیامبر صرف در 40 سالگی تمام پیامبر شده یا مثلا این حدیث دقیق و صحیح در این قسمت وجود نداره که گفته باشه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در 12 ربیع الاول به دنیا تشریف آورده پس علم سیرت اتکا به اساس احادیث ضعیف نوشته بود هرگز همین نکته واضح شد شاید برای بینندگان ما این سوالی هرگز نه سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم قسمی که قبلا جناب استاد آماج اشاراتی داشتن متون قرآنی و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم را تشکیل میده و تاریخ موثقی که از سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ثابت است به هیچ گام ما ایره گفته نمیتونیم که سیرت پیامبر بر اقوال ضعیف گویا که استوار است اصلا استواری ثبات و استقامت بر بنیاد ضعیف امکان نداره چنانه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی تمام موارد را ما از دو مصدر اصلی میگیریم و زمانی که ما سر مصادر سیرت حرف میزنیم این دو مصدر در رأس قرار داره قرآن حدیث کتابای تاریخ و قصه های سینه به سینه دانشمندان از نسل به نسل دیگری که تا امروز برای ما رسیده تمام از اینا به اصطلاح حکایت از ثقه بودن میکنه به هیچ صورت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را حد بعض موارد اختلافی وجود داره که ممکن اختلاف در تاریخ باشد اختلاف در نام باشد و اختلاف در تقدیم و تأخیر وجود داره اما در اصل ستون فقرات موضوعات که شامل سیرت میشه اصلا در شک و شبهی وجود نداره سلامت باشین آقای آماج مطالعه سیرت نبی کریم سیرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم را شما چقدر نیاز میدانین برای فرد مؤمن و مسلمان ما افزون بر سخنان حضرت استاد یک چند نکته دیگر هم میخوام اضافه بکنم ما به اصطلاح عربیش یکی مصادر داریم بله. یکی مراجع داره مصادر عبارت از امون منابع دست اول است ما چی نویسنده نو داریم چی نویسنده 100 سال 200 سال پیش همگیشان نیاز دارن که رویدادها را از او مصادر نقل کنند الا ما که نمیتونیم بگیم که پیامبر چنین کار کرد یا نکرد باید از امون جا نقل کنیم و ما میخوام افزون بر سخنان حضرت استاد اضافه بکنم که منابعی که یا مصادر و همون منابع دست اولی که در عرصه علوم اسلامی در کلیتش و در عرصه سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داره چنان پالایش شده و چنان تحقیق و پژوهش شده که هیچ روایتی در تاریخی با چنین دقتی نیست ما وقتی یک عالم میایم میگه که چنین روایتی ضعیف است او مثلا میایه این روایت تاریخی را بر مبنای اون معیارها و مقیاسهایی که در علم حدیث وجود داره با اساس از او میسنجه با اساس از او وقتی ارزیابی میکنه میگه این داره ضعف پیدا میکنه اما اگر شما ضعیفترین روایتی هم که در تاریخ ما داریم با قویترین روایتهایی که از شخصیت های نسبتا اسطوری و افسانه ای مقایسه بکنین اصلا قابل مقایسه نیست بله. و بعد منابعی که سیرت و جزئیات حیات پیامبر نقل میکنن یکی دو نیست یعنی تنها این نیست که ما ابن هشام داریم یا چند کتاب دیگری را که اگر خللی در این روایت وارد شد این قضیه مشکوک شود مثلا استاد از ابن سعد
ابن سعد بکار بودن. ابن سعد از کسی نقل نکرده، خودش مستقیم انتقال میده عن فلان عن فلان عن فلان و میرسونه به قضیه را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و به همین شکل ما تمامی این جزئیات روایات، مثلا یا در قرآن کریم یک بخش این روایت داریم و بخش این حدیث مثلا در بخاری است، بخشی در ترمیزی هست، اما سیرنویسان معاصر چند تفاوت دارند نسبت به سیرنویسان قبلی. یک تفاوتشان ایست که اینها منابع مختلفی را در اختیار دارند، از همه اینها بیشتر تلاش میکنند بهره ببرند. مثلا میتوانند از آنچه که در ادبیات به نام تصنیف ورش میگن، از مجموعی چند روایت یک روایت تصنیفی به وجود میارند، یا هم این یک نوعی از روایت شان این تفاوت است. نوع دیگر سیر نویسان معاصر در این است که بیشتر آنچه که در خوری انسان امروزی رسک بیرون میتن. این یک نکته. آمدیم در باب این که چه نیازی هست به خواندن سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. من فکر کنم بعد از قرآن کریم، بعد از قرآن کریم سیرت وقتی که میگم شامل حتی احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم میشه، ما نیاز بسیار بسیار مبرمی به خواندن سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم. چرا؟ وقتی از عایشه میپرسن پیامبر توصیف بکن، میگه کان قرآن یمشی علی الارض، در روایت دیگر میگه کان خلقه القرآن. خب وقتی پیامبر قرآن متحرک است، معناش است که این پیامبری متحرک در همین سیرت با حساب یافته. وقتی شما میخواین قرآن به صورت عملی در بیابین، بدون شک ایره میتونین در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا بکنین. اما یک چیز بسیار مهم است که کسانی که در این عرصه می نویسن دست کم این قدرت داشته باشن که روایات ضعیفه از قوی تشخیص داده بتوانن. قربان شما، سلامت باشین. ادامه برنامه ما پس از یک میان برنامه کوتاه. خوش آمدین. ادامه ویژه برنامه محمد صلی الله علیه و سلم را به گونه زنده و مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. میخوایم یک مژده را تصحیح کنم. من در آغاز نام جناب استاد پوهان گفتم، معذرت میخوام ازشان. پوهانوال گفتم، استاد رتبه علمی خود را گرفتن، اما آخرین رتبه را پوهان عبدالاحد مسلم مهمان ما هستند و معذرت جناب استاد نام مکمل پیشتر نگرفته بودم. درست؟ خب استاد مسلم تالیفی دارند در سیرت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، بلام سیرت النبی. همکارای ایرت در تصویر بگیرین، خودتان بگین استاد در مورد کتابتان چه زمانی ایرت تالیف کردین، چه ویژگی ها را کتاب شما داره؟ در 3 جلد نوشته شده استاد؟ دقیقا بفرمایید استاد. قسمی که قبلا جناب استاد و من خدمت شما عرض کردیم، سیرت یک مطالعه، سیرت نویسی، تدریس سیرت و یا همیشه مجالس خود با سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رنگین ساختن، این یک نیاز مبرم مسلمان های امروز است که ما چطور میتونیم با استمداد از امو ویژگی ها و ارزش های سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حل مشکلات روز خود فائق بیم. کتابی را که شما فعلا در دست شما هست یک کتاب درسی در سیرت تالیف شده. بله. ویژگی های کتاب یک کمی بوده میتونه که این کتاب درسی است. بیشتر کتابایی که در سیرت نوشته شده به شکل مطالعوی است، یک نفر مطالعه میکنه از ابتدا تا به انتها یا یک قسمتش مطالعه میکنه. اما ما نیاز مبرم داریم، چون یکی از مضامین اساسی که در پوهنتون ها تدریس میشه سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. ما با در نظر داشت حجم و محتوای سیرت نبی صلی الله علیه و سلم و موضوعات که لازم است شامل ای شود، ما در 3 جلد ای را تنظیم کردیم به شکل درسی. به شکل درسی به این معنا که این تقریبا در عرصه جلدش در 47 فصل تنظیم شده و در آخر هر فصل خلاصه خود داره، خلاصه درس است. بعدش بعضی تمرینات است به خاطر دوباره مذاکره خود دانشجویا، کسایی که مطالعه میکنن یا به شکل درسی میخوانن، و همچنان مراجعی که از او استفاده شده در آخر هر فصل، او هم درج کتاب است.
از ویژگی های مهم کتاب یکی است که هیچ نقل قول نص و یا متنی که در کتاب نقل شده بدون مرجع نیست و مرجع موثق از او در اینجا نقل شده. دیگه است که بیشتر روی مسائل تربیتی و روی مسائل فکری در توجه صورت گرفته. اکثر کتاب های سیرت که نوشته شده و ما در راستای تألیف کتاب مطالعه کردم، اهم از متون عربی یا در دری و پشتو، متاسفانه که ما مراجع بسیار زیاد و اقلا خوبی نداریم به دسترس، بیشتر اتکایشون سر جنبه های تاریخی سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. اما کمتر روی تماس گرفته شده که افاده ها و درس هایی که از این ما میگیریم و چی نقش میتونه در زندگی ما داشته باشه و چی نقش میتونه که در زندگی جوانا و نسل جوان و نوجوان ما داشته باشه، ایره نداره. ما تلاش کردیم که در این کتاب بیشتر جنبه های تربیوی و جنبه های فکری را انعکاس بدیم. و همچنان شیوه نگارش در این تحلیلی هست. تمام موضوعات تحلیل شده و بررسی شده که بالاخره از او چی نتایج ما میتونیم به دست بیاریم. نقطه دیگه ای که در اینجا انعکاس یافته او است که بعضی اختلافات در مثلا در مسائل تاریخی، در بخش اسما، در بخش بعض موضوعات دیگه که وجود داشت، ما کوشش کردیم که بعد از نقل قول تماما اقوال مختلف و بالاخره ترجیح دادن یک قول به استناد دلایل موثق، دوستایی که را مطالعه میکنن از یک دوگانگی یا چندگانگی فکری در رابطه با یک موضوع اونا را بکشیم و قول راجعی را به دسترسشان بگذاریم. در کل این کتاب کتاب درسی هست و فعلا در پانتون و در بعض پانتونایی که در اطراف هستن، چون تقریبا یک سال میشه که زیور چاپ یافته، در اوج تدریس میشه. امیدوار هستم که خواننده ها و دانشجوها محترم بتونن از این استفاده بکنن. سلامت باشین. من کتاب استاد ماجا بگیرم، دوستا می شات لانگ بسازین شما یا من اگر بر استاد مزاحمت نکنم. خواه خورشید آزادی، سطوری در حاشیه حیات سرور آزادگان، فضلی آماج. کتاب نوشته کردن، دوستان تصویرش بگیرین. خب استاد بفرمایید در مورد کتابتان. یک بار دیگه هم ایره به معرفی گرفته بودیم، به یاد دارم بعد وقتی که چاپ شده بود. این کتاب میشه من بگم که خانوشی در سیرت هست. خواه این کتاب قطعا ایره با یقین گفتم میتونم که در نوع خودش به همتاست، تقلید از هیچ یکی از نویسنده‌ها نشده است، نه عرب و نه عجم. خب بسیار. و این کتاب البته ملا چانس تاله نداره، ورنه شما همو وقت شاید است که خودتان هم یک برنامه گرفته بودین، در یک هفته دو بار چاپ شده این کتاب. چقدر زیبا. این ملا چرا چانس نداره؟ زیبیره کمی ما زیبا. خورشید آزادی عبارت از دو دفتر است. دفتر اولش پیامبر و انسان است که در واقع تعامل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با انسان در چهره های گوناگونی به بحث و بررسی گرفته شده است. پیامبر و زنان، پیامبر و یتیمان، پیامبر و بیچارگان و انواع مختلف همی که انسان در هر چهره و نمودی ظاهر شده است. و بخش دفتر دوم این کتاب هم پیامبر و ارزش هاست که ارزش‌های انسانی که ما جامعه انسانی در هر عصر و زمانی که به اونها نیاز دارن اینها به بررسی گرفته شدن. مثلا پیامبر و آزادی، پیامبر و ایمان، پیامبر و عفت، البته با یک روش و شیوه منحصر به فرد خودش. من گمان کنم که نوع ادبیاتی هم که در این استفاده شده است دست کم در حوزه ما کمیاب است، نمیگم نایاب است، کمیاب است. و این کتاب برای خواننده میگه که پیامبر یعنی چی، کیست. به پیامبر میگه که به خواننده میگه که کیست این برخواسته، این معترض، این رزمجو که از نهیبش برج و باروهای زندانها شکست، سنتی تحمیل جهل و جور انسانها شکست، ارزشی بی ارزشی اشراف و مادونها شکست. به خواننده میگه که ای کیست. لذا من این کتاب فکر میکنم برای کسانی که میخواهند جلوه های شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا بکنن بسیار مهم است. و نکته دیگری که در این اثر وجود داره این است که ما یک روایت ضعیف هم در این اثر نداریم. چقدر خوب. چرا ما خواستم مفاهیم و معانی که با صاحب داده میشه به روایت ضعیفی اتکا نکنم.
این از جمله ویژگی های به نظر من این اثر است در باب سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کلیت. اگر ما بخواهیم ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ویژه جلوه های رحمت و مهربانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عاشقانه و عاقلانه بخوانیم، این اثر به این موضوع پرداخته. سلامت باشین، خداوند توفیق بده و ما را زنده داشته باشه تا روزی که ما رقابت کتاب های سیرت نبی صلی الله علیه و سلم برگزار کنیم. جناب استاد، ما اثر کشور باید کسایی که تالیف دارن در سیرت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و کتاب ها را بیاریم و بهترینش انتخاب شود. استاد مسلم، ما کتاب هایی را که مطالعه کردیم در سیرت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، ساده ترین کتابی که میتونه بسیار دلچسب واقع شود این کتاب بسیار مشهور است در سیرت، رحیق المختوم. این کتاب بسیار جا افتاده بین مردم عوام، یعنی نسش قسما ساده هست، آنچنانی که استاد یک عبارت خوبه به کار بدن، از ادبیات ویژه و خاصی برخوردار هست. این کتاب هم تو قسما خوب ادبیاتش نمیگیم که چگونه است چون این ترجمه شده، اما ساده و سلیس هست. میشه که در ارتباط به شیوه نوشتارتان شما در این کتاب بگوین که از چگونه نثر استفاده کردین و آیا ساده هست، مغلق هست، پیچیده است و عام مردم میتونه که از این چیزی برداشت کنه چگونه؟ بسیار خوب. خوشبختانه ما میتونم بگویم که این کتاب متاسفانه در دری و پشتو به لسانای ملی ما مراجع زیاد در سیرت نداریم. خواه تقریبا فیصدی بسیار زیاد این کتاب از متون عربی ما ترجمه کردیم که به زبان دری سلیس و روان ما و مردم ما و هموطنای ماست که از این راه گذر میتونیم بگوییم که مورد استفاده بیشترشان میتونه که قرار بگیره. و دیگه ایست که کتاب رحیق المختوم، اول خود تشکری بکنیم از جناب خاموش صاحب، خاموش هیروی که او را ترجمه کرده، زحمت زیاد سر از او کشیده، اگرچه بعضی نقاط هم در وجود داره از نقطه نظر تاریخی که بسیار البته دقیق نیست، مورد بحث است، نیاز به یک بازنگری دیگه ای داره، اما در کل ترجمه روانی کرده که مورد استفاده دوستا قرار گرفته. اما زمانی که ما ببینیم به کتاب الگوی هدایت از دکتر محمد سلابی، بسیار کتاب رسا هست، اما حجمش زیاد است جناب استاد، دو جلد است، یک مقدار دقیقاً زخیم هست. اگر ما ببینیم به کتاب فروغ جاودان، بسیار بسیار خوبی نوشته شده، هم دو جلد است، کتابای زیادی وجود داره. اما جاگیری کتاب رحیق و مختوم در جامعه ما به لسان دری سلیس و روان ترجمه شده و نسبتاً تمام سیرت را تانسته که در یک جلد جا بته و تسلسل تاریخی واقعات صرف نظر از اینکه غزوه است یا سریه است یا اخلاق است یا تربیت است یا سفر است یا هر چه که هست، سلسله تاریخی در اوجه رعایت شده که یکی از جنبه های مثبت رحیق مختوم میتونه که باشه، کتاب خوبی هست. و چیزی دیگه ای که در این کتاب ما اضافه کردیم که اکثرا در کتاب های سیرت کمتر ما دیدم، البته به دسترس ما قرار گرفت، شاید وجود داشته باشه، شخصیت نبی کریم صلی الله علیه و سلم از دیدگاه دانشمندان غیر مسلمان، چون به اساس همین شعر که میگن بهتر آن از سردلبران گفته آید در حدیث دیگران، ما که پیامبر خدا بیشتر از جان خود دوست داریم و خودش فرموده که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ماله و ولده و الناس اجمعین، هیچ یکی از شما مؤمن کامل نیستین که من نسبت به مال و فرزند و آل اولاد و از همه انسان دیگه پیش او محبوب تر نباشم، پیش ما که محبوب است. اما علو شخصیت نبی کریم صلی الله علیه و سلم دشمنان منصفشان به این وا داشته که به شخصیت عالی پیامبر اعتراف بکنن و در رابطه به او گفته هایی داشته باشن که او را ما از متن عربی برگردان کردیم، ترجمه کردیم به دری، کم در جلد سیومی کتاب تمام از اونا را ما نوشته کردیم. قربان شما استاد، ما شما کتاب شما را خواندیم در اون باری که ما شما برنامه داشتیم، نو دو زمان چاپ شده بود یک سال پیش. شیوه نوشتار شما هم متفاوت هست، از ادبیات منحصر به فردتان استفاده کردید و در کنارش کتاب شما متفاوتر از کتابای سیرت هست. چرا چنین شد و چنین کردین شما؟ اصل خداسان این کتاب عجیب است. خواه. ما زاد روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و آمدم و خواستم به مناسبت زاد روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رسمی فیسبوک چیزی بنویسم.
هم تو به صورت اتوماتیک نوشتم محمد تابنده ترین اختر زندگی و یک چند دقیقه بعد متوجه شدم که اشکایم سرازیر شده. البته این از باب رویانه میگم، توکل به خدا گفتیم ولی دیگه میخوام بگم که شخصیت محمد بسیار زور است. بیشک وقتی این نشر شد جوان ها یک نوع استقبال عجیبی کردن. این باز پیام افتنامه مجاهد مرا مجبور کرد که شماروار به سلسله مقاله بنویسم. چند مقاله هم اونجا نشر شد و بعد توقف دادم به دلایل. باز هم یک جمعی از جوانایی که همی مقالات خوانده بودن آمدن و مرا محکم گرفتن که اینمی به می شوه باید این تکمیل شود. بنابراین باز من فکر کردم که خب حالا ما هم اگر یک مجموعه چیزها را جمع بکنیم و ردیف بکنیم پای هم و یک اثر دیگری جمعی آثار دیگر اضافه شود کاری نکردیم و من حس کردم که شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جلوه های پرشکوه و پرابهوتی شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در لای روایت های بسیار زیاد تاریخی مفقود شده و ما خواستم که با این شیوه این پهلوها را برون بتون بیشتر بازتا بتون تا خواننده پیامبرش در یاد. قربان شما. سلامت باشین. تشکر جناب استاد مسلم از حضور شما و از جناب استاد آماج. ما کتاب استاد آماج قبلا آورده بودن در برنامه داشتیم اما کتاب استاد نداشتیم. حال سوالی هست که استادی کتاب را میبره و میبره؟ خیلی به شما برنامه زنده است استاد. به شما توفا آوردم. سلامت باشین. قربان شما. تشکر. کتاب استاد آماج هم خورشید آزادی خورشید ایره هم دوستا بگیرین مطالعه کنین و کتاب جناب استاد هم سیرت النبی در سه جلد هست. ایر سه جلد با هم ارتباط داره. سلامت باشین. تشکر از استاد آماش و تشکر از جناب استاد مسلم و سپاس شکران از تمامی همکارای ما و از تمام دوستایی که تا این فرصت بیننده و شنونده بودین. دوستا عزیز تا فرصت بعدی که فردا صبح با تقدیم ویژه برنامه آتش در صبح خوشی در خدمت قرار میگیرم. شما را به خداوند یکتا امانت کرده الان نگهدار شما باشه. خدا حافظتان.